آقای دکتر مشتاق شکوری سلام. سلام و عرض ادب خدمت شما. ارادتمندم. قربان شما. ادامه صحبت درباره حال خوب. همینطوره. آقای دکتر احتمالاً در این فصل این آخرین برنامه ماست و من واقعاً دلم براتون تنگ. خواهش میکنم. منم دلم براتون خیلی تنگ میشه. اصلا بغض دلمو گرفته. واقعاً برام سخته. چون خب ما با این حال بد چجوری برای حال خوب صحبت کنیم؟ آره. میخواین نمیدونم. ولی به نظر نمیاد خیلی بغض گرفتون. نه من بغض دلمو میگیره اینجوری میشه. خنده تلختون از گریه غم انگیز تر. آقای دکتر فکر میکنین که فصل بعد دوباره درباره حال خوب صحبت کنیم؟ نمیدونم والا، اصلا عمری باشه مردم دوست داشته باشن، شما بخواین یا نه. ما که حتما میخواییم، مردم هم که شما رو خیلی دوست دارن. مردم دوست دارن، ماشاءالله. شما هم که درباره حال خوب الا غیر نهایی صحبت دارن. ولی خب شرایط آقای صحت اقتصادی و اجتماعی اینا خیلی موثره. نباید حس کنیم این حرفایی که ما اینجا میزنیم کافیه. من هیچ وقت فکر نمی کنم تو این کتاب های نسخه ای هست که فارغ از اون شرایطی که ما توش هستیم میتونه حال ما رو خوب کنه. ما باید همه تلاشمون رو بکنیم. این همه تلاش ماست. اینم دوباره در جهتش کنیم. اینم یه پارامتر کنار همه مؤلفه های این تابه. آره. ما داشتیم جلسه گذشته در مورد آلیس میلر و دلهره های کودکی حرف می‌زدیم. دلهره های کودکی، جستجوی خود واقعی، آلیس میلر، ترجمه امید سهرابی نیک و انتشارات نشر نو. همینطوره. داشتیم در مورد این حرف می‌زدیم که آلیس میلر از یه شکنجه پنهان در خانواده‌ها پرده برداری می‌کنه. توضیح میده که چطور بعضی از روش‌های تربیتی در واقع شکنجه کردن کودکانه. میدونید بازی قصه مثال بزنم. مثلا از پدری حرف میزنه، من این خودم هم دیدم، که از پدری حرف میزنه که داستانهای ترسناک برای فرزندش تعریف میکنه و بعد وقتی بچه تا مغز و استخون میترسه شروع میکنه به خندیدن و میگه که این که چیزی نیست عزیزم. میدونی؟ یعنی داره، ببینید، در حالی که اگه ازش بپرسی که داری چی کار میکنی، معتقده داره جرأت و شهامت تزریق میکنه به بچهش، ولی داره عمیق‌ترین ترسها و هراسها رو در وجودش میکاره. میدونید؟ و عملا تو این رابطه به صورت ناخودآگاه داره به خودش این حس رو میده که ببین من نمیترسم. موقعیتی که برای این فرزند کوچک من اینقدر ترسناکه برای من مسخره است. به نظر میسه این پدر جایی در زندگیش به شدت ترسیده و این ترس رو به این شکل داره در روش‌های تربیتیش فرافکنی میکنه. باز نمونه‌های دیگه‌اش وجود داره. پدران و مادران پرمشغله. آلیس میلر از کسی حرف میزنه در کتاب که مادرش متخصص اطفال بوده و او در نامه‌ای به مادرش در 50 سالگی می‌نویسه که من از تمام مریض‌های تو متنفر بودم. از تمام اونهایی که باعث می‌شدن تو منو نبینی و کنار من نباشی متنفر بودم. آقا صد اینم پیش میاد. گاهی وقتا یک مادر یا یک پدر موفق تمام تمرکزش روی موفقیت و کارشه و این وسط کودکی تنها و هراسان در خانه رها شده و انواع و اقسام رنج‌ها رو داره تحمل می‌کنه. مورد دیگه‌اش باز از این دلهره‌های کودکی پدران موفقه. پدرانی که انقدر موفقن که بچه‌ها هر کاری می‌کنن دیده نمیشه. پدرانی که انقدر سایه‌شون سنگینه که این نهال نوپا نوری بهش نمیرسه. پدرانی که تو شغلشون کارشون انقدر خوبن که بچه‌ها نمیدونن بعد چه کار بزرگی بکنن که یک بار، فقط یک بار تحسینشون کنه. بعضی ها پدران یا مادران کمالگران، اونهایی که معیارهای سختگیرانه راجع به تربیت دارن یا میدونید رضایت از فرزندان رو به موفقیت‌هاش مشروط میکنن. اگه این دستاورد برای خانواده داشته باشی دیده میشی، اینجا جاته. ولی اگه شکست بخوری بهش بی‌اعتنایی میکنن و با بی‌اعتنایی دارن بهش یاد میدن که وجود تو اصلا با ارزش نیست و این ارزش مشروط به دستاوردهایی که برای خانواده کسب میکنی. یه شکل دیگه این سرکوبا که به صورت پنهان رخ میده راجع به بهترین فرزندان یک خونه است. آقا صد پدر مادر میدونن که همیشه زنده نیستن. مهمترین کار ویژه ذهنیشون ناخودآگاه اینه که از بچه‌ها مواظبت کنن و بعد میدونن که عمرشون ممکنه کوتاه باشه. به صورت فرزندانشون نگاه میکنن و یکی رو که از همه مسئولیت پذیرتره انتخاب میکنن و او رو نه به عنوان یک کودک، به عنوان یک والد تربیت میکنن. یعنی او رو جوری بار میارن که در نبودشون بتونه مواظب بقیه باشه. دکتر این چیزایی که میگین میتونه خیلی آدمو ناراحت بکنه. بله همینطوره. به این علت که به هر حال همه ما خودمون و اطرافیانمون الان داشتیم میگفتیم میدم تحت این فشارها از سر محبت خیلی وقتا بودیم. و آدم میگه که ای وای چه بلایی پس سر ما اومده. دقیقاً. ولی من فکر میکنم همینقدر که
باید آدم نگران باشه و باید هراسان باشه به خاطر اینکه معضلات و مشکلات زیادی ایجاد میکنه که کرده. اما بعضی ها نمیگم همه، اگر آگاهی و اشراف پیدا بکنن و شناخت پیدا بکنن به خود واقعیشون، اون موقع این آمال و دردها و رنجها و مشکلات روحیشون رو که میتونه ضعفشون باشه ممکنه بتونن به قدرت خودشون تبدیل بکنن. اصلا هدف من همینه، یعنی از طرح این بحث و از این چیزای سختی که من میدونم وقتی دارم میگم بیننده های نمونه هایی رو و چون تو عمیق‌ترین لایه هاست ممکنه متاثر شن، همینی که تلنگر بخورن برای اینکه بتونن حال بهتری داشته باشن. یعنی اینا این ببین... پایان جهان نیست. نه آدم ضعفاشو اگر بشناسه دقیقاً اونجا میشه قدرتش. آره، و اگه برسیم تو همین برنامه، البته دیگه برنامه آخر رو بعد برسیم، در مورد راهکارهای درمانش هم کتاب معرفی می‌کنم. می‌خوایم با مسئول تلویزیون صحبت کنیم به خاطر این بحثای نه خواهش می‌کنم. امروز جمعه دیگه، من خیلی سرمردم و درد دارم. اختیار دارید. آقا صد داشتم یه مثالی می‌زدم از همونجا ادامه بدم، که پدر مادر نگاه می‌کنن به بهترین فرزند خانواده و او رو نه به عنوان یک کودک، به عنوان یک والد بار میارن. مثلا اگر شما کسی بودین که با خواهر یا برادرتون دعواتون می‌شد و می‌رفتین ارجاع می‌دین به پدر مادر که این کارو کرد و بهتون می‌گفتن عزیزم تو درک کن یا ما از تو یه انتظار ویژه دیگه‌ای داریم، احتمالاً شما اون فرزندین. اگر شما کسی بودین که موفقیت داشتین و کسی نمیدید، وظیفتون بوده که مسئولیت پذیر و خوب باشین، ولی خواهر یا برادرتون کاری کوچک انجام میداده و همه تحسینش میکردن و جشن میگرفت و وقتی میگفتین چرا مال من، میگفتن خب تو یه آدمه میدونی عاقلی، تو فرق میکنی اون نیا، احتمالاً شما اون فرزند سرکوب شده این. این دختران یا پسران خوب پر از حرفهای نزدن، پر از کودکی هن که هیچ وقت به اندازه کافی کودکی نکردن درش، پر از زندگی نزیستن و در میان سالی دچار افسردگی میشن. چرا؟ چون اساسا زندگیشون نزیستن. غم‌انگیزترین جمله دنیا این عبارته، زندگی نزیسته، زندگی که زندگیش نکردی. من دوستی داشتم سردردهای عجیب داشت و بعد من از خوشرفتاری افراطیش گفتم شاید ریشش در همین سرکوب باشه. زندگیشو مرور کردیم، دیدیم این از پدر مادرش فقط نگهداری میکنه، این کسیه که اگه کسی پول قرض میخواد میده، این کسیه که تو اسباب کشی یا زیر ساید بای ساید داره منفجر میشه، برادرش با آباژور میومد پایین، میده این کسیه که همه بار خانواده رو دوش، این پدر همه است. بعد از خودم پرسیدم و از اون که پسر خوب خشمشو کجا میتونه بریزه غیر از درون خودش؟ و تو سالهاست، شاید 50 سال پر از حرفای نزده‌ای، پر از محبت گندیده‌ای، پر از نه‌های نگفته‌ای، و بعد شروع کردیم ظرف مدتی او به صورت طبیعی خودشو بروز بده، جاهای نه بگه، جاهای ایثار بیمورد نکنه و به طرز عجیبی سردردها متوقف شد. ببین سرکوب چقدر میتونه اسمای مقدس داشته باشه، مثلا اینکه یک فرزند ایثارگره. یک جمله بگم از این رد شیم بریم کتاب بعدی. من معتقدم تنها معیار سلامت یک خانواده امکان رشد برابر برای همه اعضای خانواده است. اگر خانواده‌ای به هر دلیلی محبتش و توجهش رو به یک نفر ابراز نمی‌کنه، این خانواده سالم نیست. به هر دلیل همه بچه‌های دور میز به یک میزان توجه نیاز دارن. گاهی پسرها و دخترها اینجا بینشون مرز کشیده میشه. مثلا معتقدن مردان نیاز به اون یا پسرها نیاز به اون شکل توجه و محبت ندارن. دارن. هیچ پژوهش روانشناسی اینو تایید نمیکنه که پسرها به شکل دیگری، مثل به شکلی از بی‌توجهی و بی‌اعتنایی نیاز دارن. همه بچه‌ها، همه کودکان به محبت نیاز دارن، فارغ از جنسیتش. یا خانواده‌هایی که متأسفانه ممکنه که تفاوت جنسیتی قائل باشن. در مورد دختران برعکس، باز چیزی که زیاد گزارش میشه رابطه پدران با دخترانشونه که تا سنین کودکی فوق‌العاده خوب پیش میره. به محض اینکه دختر بالغ میشه، به محض اینکه داره بزرگتر میشه، ناگهان رابطه پدر و دختر به هم میریزه. کنترل کردن های پدر آغاز میشه، سرکوب ها آغاز میشه، تنش بالا میگیره، میدونی شروع میکنن و البته ریشه های ناخودآگاهی درش هست. ولی میخوام بگم ببینید، میخوام بگم این بچه نیاز داره به یک
چیزی که سورپرایز نشه، به یک توجهی که بتونه بفهمتش. بعضی از بچه های ما به یک ابر حمایتی، به یک ابر حمایتی همیشگی که با یک ریتم میباره، میدونید، فارغ از شر. این نکته مهمی که خانم آلیس میلر میگه. خانم آلیس میلر میگه ما باید دردهامون رو بشناسیم و دردهامون رو ابراز کنیم. شاید آقای سعد یک نامه به پدر مادر بتونه به تخلیه این انرژی کمک کنه، نامه‌ای که هرگز پست نشه، نامه‌ای که هرگز بهشون ندیم. شاید انقدر شرایط سخته، اونها خب سنشون بالاتره، طاقت و شنیدن این دردها و اون درد و دلها رو شاید امروز ندارن، ولی ما میتونیم توی جایی مثل یه نامه، یه کاغذ ابرازش کنیم و یک بار برای همیشه باش مواجه شیم. نامه‌ای که هیچ وقت به دستشون نمیدیم، نامه‌ای که موقع نوشتنش ممکنه میدونی ساعت‌ها گریه کنیم، چون داریم زخم‌هایی رو زنده می‌کنیم که از عمق وجود ما میاد. یه فیلمی هست به اسم هجوم بربرها. من ندیدم، اگر فرصتی پیش اومد ببینید، خیلی خیلی فیلم تاثیرگذاریه. اتفاقا درباره رابطه قطع شده و بریده شده بین یک پسر موفق و پدر روبه مرگیه که به نظر میاد کمتر به این پسر توجه کرده و حالا پدر در بستر بیماریه، پسر میاد بالا سرش، خیلی هم موفقه، ولی اون علقه و علاقه که باید باشه رو به این پدر نداره و پدر الان دیگه کاری از دستش بر نمیاد. درست. انگار نمیتونه ببخشه پدرشو. درست. و وقتی که میخواد پدرشو ترک کنه، مادرش که اتفاقا مادرم از پدر جدا شده، درست، بهش میگه که فقط یه چیزو یادت باشه، یه دفعه تو تب داشتی. درست. تو بچگی تب داشتی و تبت خیلی بالا بود و واقعا قطع امید شده بود از تو و پدرت تا صبح تو رو بغلش گرفت و نخوابید. درسته. و تا صبح مراقب تو بود. درسته. همون یه شب، اون یه شب تو رو زنده نگه داشت. همینطور. و میتونه تبرئه کنه. آره. درسته. و پسر بر میگرده و تازه فیلم شروع میشه که این ارتباط توی اون سن چجوری دوباره اینا یه بار دیگه وقتی آخرین فرصت رو دارن به هم بر میگردن. ولی آقای سعد، این ترمیم از جایی رخ میده که اون اول بدونه که دلخوریاش ناشی از چیه. تو بیگ فیش هم همینطوره. این فیلم هم دیدین دیگه. بله. یه پدری که پر از قصه های و یه پسری که اصلا خسته است از این ماجراها و درست تو لحظه مرگ پدرش میفهمه. قطعا پدر و مادر با همه سلولاشون عاشق فرزندانشونن. گاهی ممکنه اشتباه کرده باشن، گاهی شرایط اجتماعی، گاهی اطلاعاتی نداشتن راجبه، با اون چیزایی که میدونستن شروع کردن تربیت کردن، ولی راه اینکه چراغ‌های رابطه دوباره بین فرزندان و والدین روشن شه اینه که اول ما این رنج‌ها رو بشناسیم، ابرازش کنیم، شاید فقط برای خودمون یا برای یک دوست، و بعد نگاه کنیم به بقیه فضیلت‌ها و ایثارها. آیدتو من جمع‌بندی حرف‌های شما در این فصل و فصل قبل که سعی کردم خیلی به دقت بهش گوش بدم و بعدش هم دوباره بهش فکر کردم، برای خودم میدونین چی شده؟ چی بوده؟ اجازه میدین بگم برای من خیلی چی بوده؟ جالبه. کسی که در واقع تمام برنامه شما رو دیگه مجبور زنده بوده. زنده زنده دیدی در کمترین فاصله و کسی که مجبور بوده اینجا گوش کنه، کسی که منتظرش بوده با ذوق و شوق و کلی اشتیاق. خیلی برام جالبه که بدونم، بفهم. برای من جمع‌بندیش اینه که اعتقادم هم الان هست که ما برای زندگی باید خودمون رو ببخشیم و بقیه رو ببخشیم، به این امید که بقیه هم ما رو ببخشند و ادامه بدیم. عالی، عالی، دقیقاً. من به این خوبی و شیوایی نمیتونستم بگم، ولی دقیقاً تمام دست و پا زدن من جلوی این دوربینا برای همین بود. دقیقاً. و بخشیدن خود، مثلا یادتون راجع به موهبت ناقص بودن حرف می‌زدیم، دقیقاً جایی که میگه راجع به استراب موقعیت حرف می‌زدیم، راجع به دلایل شکست گاهی فقط ما نیستیم، شانس دخیل، شرایط اجتماعی، دقیقاً همون مسیری که من تلاش داشتم دیگری. و دیگران که ما اینجا بهش می‌رسیم، دقیقاً. و این بخشیدن جایی شروع میشه که ما اجازه نبخشیدن رو داشته باشیم، یعنی شروع کنیم رنج‌ها رو و انتخاب کنیم که ببخشیم، چون که
ما هم رنج‌های ایجاد کردیم. همینطوره. و باید بخشیده و باید بشیم بخشیده که بتونیم ادامه بدیم. دقیقاً. دقیقاً. و چقدر یک جامعه اگر فقط همین جمله شما رو رعایت کنه جامعه آرامی خواهد در واقع بود. آموزه شما متاسفانه به این کتاب نرسیدیم. به جاش این کتاب میمونه از الان زندگی خود را دوباره بیافرینید برای فصل بعد. برای فصل بعد. الان میدونیم که فصل بعد یک چیز خیلی خوب باشه. آفرینش دوباره زندگی در انتظارمونه. دقیقا. من بی صبرانه منتظر بقیه صحبت‌های شما هستم. من فقط یه نکته بگم. شما لطف شماست. من تون حرف می‌زدم چون بیش فعالم. زیاد تکون می‌دادم خودمو. می‌دونم آزاردهنده است. می‌دونم استانداردهای یه برنامه اینجوری یه آدم شسته رفته‌تر و خلاصه اینطور خیلی نقص داشتم تو دانش، تو کلام، تو انواع اینا. فقط لطف شما و مردم بوده. اگر نواقص رو ندیدن، خوبی‌ها رو دیدن. و این بیشترین تلاش این پسرک لاغر معمولی بوده. با همه ضعف‌هایی که داشته واقعا به عشق این برنامه میخوندم، بیدار میموندم برای اینکه یه چیزی رو بگم که از جانم و از جیگرم میدونی حسش کردم. امیدوارم که یک نفر، حتی یک نفر حالش خوب شده باشه با این. قطعاً همینجوره. یه نفر اینجاست. خیلی ممنون. من و دکتر مشتبه شکوری که دوستای خیلی نزدیکی شدیم، با هم کلی هم شوخی داریم. قبل از شروع این برنامه که آخرین برنامه همون هست توی این فصل، آقای شکوری به من گفت که اگر به شوخی ته برنامه یه بغضی بکنی و بگی من بغض دارم، من 100,000 تومان به تو میدم و مشروطش نکرد که چه جوری. من الان با بغض خدافزی یه ذره بیشتر، این 50 تومانه. من به 50 تومان راضیم ولی فراموش نشد. خیلی خیلی ممنونم از شما به خاطر همه لطفات و خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.